پس از جنگ جهانی دوم، جهان غرب به فکر چاره‌ای شد که با راه اندازی آن بتواند در جنگ‌ها پیروز شود و هیچ تلفات جانی هم نداشته باشد. به همین خاطر به فکر راه اندازی جنگ فکری یا همان استعمار فرهنگی شدند. میلیون ها دلار را هزینه کردند، مکتب های فکری را اساس گذاری نمودند تا بتوانند شیوه های نوینی جهت راه اندازی منظم و دوامدار جنگ فکری ایجاد و از آنها در میادین مبارزه نرم استفاده کنند. آهسته آهسته استعمار فرهنگی و فکری جایگزین جنگ نظامی شد. یکی از کشورهایی که جنگ رویارویی و نظامی در آن برای غربی ها به خصوص آمریکا سنگین تمام شد، افغانستان است. کشوری که همواره دشمن در جنگ رویارویی در آن شکست خورده است. به همین خاطر غربی ها به رهبری آمریکا به فکر راه اندازی جنگ نرم در کشور شدند تا بتوانند قوانین و اهداف خود را در این سرزمین حاکم سازند. آنان برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های مختلف و ابزار گوناگون استفاده کردند، از سیستم تعلیمی گرفته تا تسلط بر رسانه ها. از گسترش فحشا و فساد گرفته تا ریشه‌کن سازی اعتقاد به نظام اسلامی و ده‌ها مورد دیگر. یکی از ابزارهای مهم و کارا برای غربی ها در استعمار فرهنگی رسانه هاست. با وارد شدن رسانه ها در افغانستان، استعمار فرهنگی و فکری رشد کرد. غربی ها توانستند ارزش ها و باورهای جدیدی را در کشور از طریق رسانه ها به نمایش گذاشته و افکار عمومی را از آن متأثر سازند. نظامی و اقتصادی تلاش کردند تا فرهنگ و هویت افغانها را تحت تأثیر قرار دهند. در این فرایند ارزش‌های اسلامی، ادبیات، اقتصاد، سیاست، حکومتداری، قوانین همه و همه تحت تعدید و تحریف قوانین غربی‌ها قرار گرفتند. باید گفت که یکی از بزرگترین دستاوردهای آمریکا ایجاد نظام دموکراسی و تسلط بر آن بود، نظامی که 20 سال در این کشور حاکم بود. اما غافل از اینکه این نوع نظام هرگز نمیتواند به خواسته های ملت مسلمان افغانستان و حس دینی آنها پاسخگو باشد و هیچگاه نمیتواند احکام الهی و دستورات اسلامی را در این سرزمین اسلامی پیاده کند. به همین خاطر مجاهدین راستین امارت اسلامی افغانستان جهت برپایی نظام اسلامی و بیرون کردن اشغالگران از کشور با کمترین امکانات شروع به جهاد و مبارزه علیه اشغال تانک ها و هواپیماهای جنگی بودند. نه تنها این، امارت اسلامی افغانستان با تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر، متوجه ساختن مردم به ارزش‌های ناب اسلامی، توانست تا حدی اثرگذاری استعمار فرهنگی را در کشور کاهش داد. به همین هم باعث شد که مردم روز به روز از حضور خارجی ها در کشور، قوانین و فعالیت‌های مخربشان متنفر شوند. امروزه هم امارت اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با استعمار فرهنگی و فکری غرب به شدت تلاش کرده و می‌خواهد که تمام فعالیت‌ها، فرهنگ‌ها، نشرات صوتی و تصویری رسانه‌ها، به خصوص رادیو و تلویزیون، سیستم‌های تعلیمی و آموزش همه و همه بر مبنای دستورات و سفارشات اسلام باشد. اسلامی که سراپا حکایت از خوبی و عمل صالح می‌کند. اینجا افغانستان است. سرزمین اسلامی با نظام اسلامی و آینده درخشان و آباد.